تاریخ تمدن قسمت 264، اسقفان کاردینال. انتخاب پاپ به آنان که در نزدیکی روم مقیم بودند واگذار شد. از آنجا که رفته رفته پاپ عده‌ای از افراد ملل مختلف را به مقام کاردینالی منصوب کرد، جرگه آن 7 تن کاردینال مبدل به یک مجمع مقدسی شد، مرکب از 70 عضو که نشان اختصاصی هر یک از آنها کلاه سرخ و جبه ارغوانی بود و در سلسله مراتب روحانی درجه و مقام جدیدی پدید آمد که از لحاظ اهمیت بعد از مقام پاپ قرار داشت. جلسه گذشته مقام روحانیت رو خوندیم بر مسیحیت، حالا رسیدیم به اسقفان کاردینال که بعد از پاپ قرار گرفتند. شخص پاپ به دستیاری این گونه افراد بر یک امپراتوری روحانی حکومت می کرد که در قرن 13 به اوج قدرت و عظمت خود رسیده بود. تشکیل یک شورای عمومی با حضور اسقفان از اختیارات انحصاری وی بود و قوانین مصوبه این شورا هیچ گونه مناط اعتباری نبود مگر آنکه با فرمان پاپ توشیح شده باشد. تنها او بود که می توانست پاره گناهان کبیره را بیامرزد، در مورد جرائم کبیره فرمان آمرزش صادر کند یا فردی را به مقام قدیسی ارتقا دهد، که خوندیم قدیسا 25,000 تا شده بودن. به مدد اسقفان، کشیشان و رهبانان هر گوشه ای از این قلمرو پهناور زیر نظر و فرمان پاپ قرار داشت. این گونه افراد یک دستگاه اداری و سازمان جاسوسی عظیمی را تشکیل می دادند که هیچ دولتی قادر به ایجاد آن نبود. جزایری مثل ساردنی و سیسیل، اقوامی مانند انگلیسی ها، مجارها و اسپانیایی ها وی را خواهند فئودال خیش می شناختند و به او باج می دادند. دستگاه پاپی در اوج اقتدار 1085 الی 1294، تصادم میان کلیسا و حکومت بر سر عزل و نسب اسقفان با گریگوریوس 7 و پیروزی ظاهری امپراتوری آلمان به پایان نرسید، بلکه مدت یک نسل در دوران زمامداری چند تن از پاپ ها ادامه یافت و با معاهده 1122 میان پاپ کالیکتسوس دوم و امپراتوری هانری 5 کار به مصالحه کشید. هانری موافقت کرد که انتخاب اسقفان و رؤسای دیرها طبق قوانین کلیسایی یا به عبارت دیگر به دست خود روحانیون یا رهبانان مربوط صورت پذیرد و مناسب روحانی در معرض خرید و فروش قرار نگیرد. یک اسقف یا رئیس دیری که اراضی پادشاه را در تملک دارد مکلف باشد طبق سنن فئودال تعهدات واسال را نسبت به سرور خیش انجام دهد و عوارض و باج‌های مقرر را پرداخت کند. پس از عقد این پیمان، طرفین هر کدام مدعی پیروزی شدند. قراردادهای همانند قبلا برای انگلستان و فرانسه به تسلیم رسیده بود. در سال 1130 در مجمع کاردینال ها 2 دستگی افتاد. دسته اینوکنتیوس دوم را به پاپی انتخاب کردند و دسته دیگر آناکلتوس دوم را برگزیدند. تا حالا دعوا هرچی بود بین امپراتور بود و پاپ، حالا بین خودشون دوباره دعوا افتاد، که البته از اول هم دعوا بود بین مسیح شرق و غرب، ولی الان دیگه همون روم بین خودشون بین کاردینال ها دعوا افتاد سر این که حالا 2 نفر داشتن به عنوان پاپ باید اعلام میکردن. جد آناکلتوس دوم یک نفر یهودی بود که دست از دیانت موسی شسته و به آیین مسیح گرویده بود. مردم اروپا نیز خود را با افتراهای از این قبیل سرگرم ساختند که آناکلتوس با مهارم خیش زنا می کند و کلیساهای مسیحی را تاراج کرده تا دوستان یهودی خود را توانگر سازد. از اول دنیا
هر کسی تو هر قومی هر وقت علیه یک نفر کم آورد بهش بس که با محارم خود ازدواج میکند. هنوزم همینطوره، اون زمانم بود، الانم هست. هادریانوس چهارم در دامان یک خانواده فقیر انگلیسی در انگلستان به دنیا آمد و طفل فقیری بود که به صومعه رفت، لکن صرفاً بر اثر لیاقتی که داشت رئیس صومعه شد و سپس به مقام کاردینالی و پاپی هم رسید. خوندیم جلسه پیش که شما میتونستی هیچ کسی نباشی، یه روستایی باشی و بیای و پیشرفت کنی پاپ بشی. چندین نفر بودن که به این مقام رسیدن، یکیش هم این بوده دیگه. وی ایرلند را به هنری دوم پادشاه انگلستان ارزانی داشت. فردریک بارباروسا را مجبور به بوسیدن پای خیش کرد و تقریبا آن امپراتور عظیم و شان را واداشت تا حق بخشیدن اریکه های سلطنت را از اختیارات پاپ ها بداند. هنگامی که هادریانوس درگذشت، اکثریت کاردینال ها الکساندر را به پاپی برداشتند و حالان که اقلیت از ویکتور چهارم طرفداری می کردند. بارباروسا به خیال آنکه بار دیگر قدرت امپراتوران آلمان را بر دستگاه پاپی تجدید کند، از هر دو نفر دعوت کرد تا دعاوی خود را در محضر وی مطرح کنند. الکساندر از قبول چنین پیشنهادی خودداری ورزید، گفت من پاپ بلندشم بیام توی پادشاه واسه من تعیین تکلیف کنی؟ لکن ویکتور دعوت امپراتور را پذیرفت. به همین سبب بارباروسا ویکتور را پاپ قانونی اعلام کرد. یکیشون نرفت، اون که رفت پادشاه گذاشتش پاپ. الکساندر فردریک را تکفیر کرد، با اتباع امپراتور به اتباع امپراتور دستور داد که در تخلف از اوامر حکومت وی آزادند و آتش شورشی را در لومباردی داد. پیروزی اتحادیه لومبارد در لنیانو، همین وی در ونیز با الکساندر آشتی کرد و بار دیگر بر پای پاپ بوسه زد. فردریک را سرشکست ساخت. 1176 الکساندر بود که هنری دوم پادشاه انگلستان را مجبور کرد پای برهنه به مزار تامس سفر کند. اگر یادتون باشه خوندیم چند جلسه پیش که همین تامس پای قانونش رو امضا نکرد، آدمای پادشاه پشتن رفتن تامس رو کشتن، پاپ تکفیرش کرد، اینم بلند شد پا برهنه رفت اونجا، خونی شد، خوابید، گفت منو بزنید و گرفتن زدنش. میخواستم یادتون بیاد. و در آنجا از دست متولیان کنتبری تازیانه خورد. مبارزه طویل و پیروزی کامل الکساندر راه را برای یکی از بزرگترین پایه های تاریخ هموار ساخت. اینوکنتیوس سوم به سال 1161 در نزدیکی شهر روم به دنیا آمد. به واسطه مهارتی که در دیپلماسی و در اصول عقاید روحانی داشت، همراه با اقوام و بستگان زینفوزش سریعا از مدارج ترقی کلیسایی بالا رفت. در 37 سالگی با آنکه هنوز رسما کشیش نشده بود، بدون هیچ مخالفی به مقام پاپی رسید. 1198 امپراتور هانری ششم که ایتالیای جنوبی و سیسیل را زیر سلطه خیش درآورده بود، در 1197 درگذشت و جانشین وی کودک 3 ساله‌اش فردریک دوم شد. فردریک دوم هم خوندیم که پاپ چه پوسی ازش کند، انداختش تو خیابون، مردم غذاش میدادن، ولی برگشت و نشست و دخل پاپو آورد و خیلی پیشرفت کرد، باعث پیشرفت کشورش هم شد. اینوکنتیوس از این فرصت کمال استفاده را کرد دقیقا دیگه و موافقت کرد که قیم کودک 3 ساله هانری باشد. بخل بچه رو آورد. حالا ببینیم تا زمانی که اون بچه بود این پاپ حکومت دستش بود چی کار کرد. در عرض 10 ماه اینوکنتیوس خود را مالک و رقاب ایتالیا کرده بود. در عهدی که حب مالندوزی عمومیت داشت، وی آدمی فاسد نشدنی باقی ماند. بلا فاصله پس از ارتسام به اعضای دربار خیش اکیدن دستور داد که برای خدمات خود اجرتی از مردم مطالبه نکنند. وی دوست داشت خزانه پاپی از ثروت جهانیان انباشته شود، لکن وجوهات مزبور را نسبتاً به امانت و صداقت به مصرف می‌رسانید. وی به صورت یکی از امپراتوران رومی در آمده بود، پاپ بود.
ذره ای شک نداشت که حکومت بر جهان حق مسلم وی است. هنوزم آدم ها اینجوری داریم. در 1204 به واسطه استیلای صلیبیون بر قسطنطنیه جزئی از نقشه اینوکنتیوس عملی شد، به این معنا که کلیسای یونانی سر تسلیم در برابر اسقف روم فرود آورد. این دوتا هم دعواشون بود دیگه، کلیسای شرق و غرب. حالا این که اومد نه تنها پادشاه شد، رومو هم که داشت یونان رو هم به دست آورد. وی سربستان و حتی سرزمین دوردست ارمنستان را به زیر سلطه قلمرو کلیسای رومی درآورد. وی پادشاهان نیرومند اروپا را به طرزی بی سابقه وادار به قبول شناسایی حق حاکمیت خیش کرد. خط مشهای وی در ایتالیا به مراتب کمتر از سایر جاها تاثیر داشت، به این معنی که با کوشش پی در پی قادر نشد جنگ های میانه کشور شهرهای ایتالیایی را پایان داد. همه جا رو زیر سلطه خودش در آورد. تو ایتالیایی که اونجا نشسته بود خودش عاجز مونده بود. دشمنی سیاسی وی در روم چنان زندگی را بر وی ناراحت ساخت دشمنان سیاسی وی چنان در روم زندگی را بر وی ناراحت ساختند که چندی مجبور شد از پایتختش دست بکشد. شاه نروژ علارغم حکم تکفیر و تحریم مراسم مذهبی پیروزمندانه در برابر وی مقاومت به خرج داد. حالا قدرتشو گفت، حالا داره نشون میده که نه، همه هم سر تعظیم جلوش ورود نیاوردن. یکی شاه نروژ بود که تکفیرش کرد ولی ایستاد. فیلیپ دوم پادشاه فرانسه که دربارش خوندیم به فرمان وی در مورد صلح با انگلستان وقت اینا نهاد، لکن در برابر اصرار پاپ تسلیم شد و همسر مهجور خیش را باز خواند. اینو هم خوندیم که یه زن گرفته بود، طلاق داد، یه زن دیگه گرفت، چه بلایی پاپ به سرش اومد. این همون پاپه بود که دوباره رفت اون زنه رو مجبور شد طلاق بده، یه زن دیگه بگیره، ولی بعد قدرت دستش اومد دوباره تازون. اینا رو خوندیم. پرتغال، آراگون، مجارستان همگی خود را تویول پاپ خواندند. طوق عبودیت وی برگردن نهادند و همه سال خراج برایش فرستادند. جان را واداش، جانو هم خوندیم، تا انگلستان را به عنوان یکی از تویولهای پاپی به وی تقدیم کند. اینوکنتیوس با پشتیبانی از اوتو چهارم که باز خوندیم، در مقابل فیلیپی که خوندیم، همه اینا رو خوندیم. و ببینید یه دور پادشاه ها رو خوندیم، حالا اومدیم داریم پاپا رو میخونیم. این تاریخ تمنای خوبیش اینه که آدم وقتی میخونه یک مطلب رو از چند بعد و چند وجه میخونه، قشنگ واسه جا میفته. ممکنه دور اول یه چیزایی نفهمه، ولی چون هی این مطالب رو از بعدهای متفاوت نگاه میکنه واقعا واسه آدم جا میفته. اینوکنتیوس با پشتیبانی از اوتو چهارم در مقابل فیلیپ، سپس با طرفداری از فیلیپ در برابر اوتو و بعدا با حمایت از اوتو در برابر فردریک دوم و متعاقبا به پشتیبانی از فردریک در برابر اوتو، قدرت خود را در آلمان توسعه بخشید. خلاصه هر وقت میتونست پشت یکی رو گرفت واسه قدرت خودش. وی به امپراتوران خاطر نشان میساخت که مسئول انتقال قدرت امپراتوری از یونانیان به قوم فرانک یک پاپ بود. اینم که یادتونه خوندیم که یه پاپ بود انقلاب درست کرد که امپراتور تو یونان بود، اومد تاج گذاشت سر شارلمانی. تا شارلمانی بودم باز بد نبود، ولی وقتی شارلمانی نبود پاپا قدرت گرفتن، روم قدرت گرفت تازوند که داریم الان تاریخشو میخونیم. و هر وقت کسی چیزی میگم گفت یادتون باشه این طرف اصلا کسی کاری نبود، شرق بود امپراتور. اگر شما امپراتوری دارید تو غرب میبینید، پاپ این کارو کرد. پس شما مدیون پاپایید که تو غرب دارید امپراتوری را میندازید، و اگر نه با زیر دست شرقی ها بودید. رنسانس دیگه. بیزانس. شارلمانی را فقط یک پاپ تاج بر سر نهاده و امپراتور خوانده بود و بالاخره متذکر میشد که پاپا آنچه را بخشیده بودند میتوانستند باز پس گیرند. وی برای کشیشان نیازمند مقرری خاصی از خزانه پاپی معین کرد و در بالا بردن میزان سواد و معلومات روحانیان کوشش فراوانی مبذول داشت. مقام اجتماعی روحانیان را به این نحو بالا برد که کلیسا را نه جمعیت عظیم تمام مؤمنان، بلکه جمعی کلیه روحانیان مسیحی معنی کرد.
روابط در هم بر هم روحانیان و عوام و مناسب میان کشیش و اسقف و اسقف و پاپ را نظم بخشید. عالی ترین کامیابی وی به عنوان یک نفر قانونگذار و پاپ تصدی ریاست چهارمین شورای لاتران بود که به سال 1215 در محل کلیسای یوحنای حواری در نزدیکی شهر روم تشکیل شد. در این شورای جامع کلیسایی که در 12 نوع خود در تاریخ مسیحیت بود، 1500 نفر از رؤسای دیرها، اسقفان، اسقفان اعظم، نخست کشیشان و نمایندگانی از طرف کلیه ملت‌های مهم یک دنیای مسیحی متحد شرکت جستند. شورای لاتران فروش اشیایی را که به دروغ از یادگارهای قدیسین می‌دانستند تقبیح کرد. اینو دیشب خوندیم. مجمع در صدد برآمد زندگی رهبانان و وضع دیرها را از بیخوبان اصلاح کند، بدمستی، اعمال منافی عفت و همخوابه گرفتن کشیشان را منع کرد. یه نکته در مورد کشیشا بهتون بگم، این کشیشا زن نباید میگرفتن، بعد چون نباید زن میگرفتن میرفتن با مرد رابطه برقرار میکردن یا معشوقه داشتن، واسه همین افتضاح و فسادشون خیلی بالاتر بود تا یاد معمولی، چون تشنه بود و بعد نسبت به زن تشنه بودند، یعنی اصلا زن میدیدن انگار خودشونو میباختند. واسه همین بعضی وقتا زن رو توی تاریخ لعنش میکنن. چرا؟ چون مرده خودش رو از زن تحریم میکنه، بعد خودش به خطا میفته، بعد میدازه گردن زنه. آقا مثل یه انسان زندگی کن، خطا تو گردن یکی دیگه ننداز. و مجازات های شدیدی درباره متخلفین مقرر داشت، لکن بدعتی که مدعی بودن هر گونه اینهاش بدعتی که مدعی بودن هر گونه اعمال جنسی گناه هست مردود شمر. گفت آقا بیا برو ازدواج کن، نرو از اون کار رو کن. اینوکنتیوس از اوج قدرت خیش سریعا به مرگی نابهنگام افتاد. تو اوج قدرت بود یه دفعه مرد، در سن 55 سالگی به کلی از پا در آمد. به قدری باید برای دیگران زندگی کنم که تقریبا نسبت به خیشتن ناآشنایم، از بس کار میکرده بنده خدا. مبارزات صلیبی که وی برای تسخیر مجدد فلسطین تدارک دیده بود به نتیجه نرسیده بود. خود کلیسا با آنکه بر نبوغ ذاتی وی فخر میکرد و از زحماتش ممنون بود، او را در عداد قدیسان به شمار نیاورد. میدونی که 25,000 تا قدیس داشتیم، هر کی چپ و راست میرفت قدیسش میکردن، طرف اصلا آدم مهمی نبود اومد قدیس شد، خوندیم یکی شلسید بود، اصلا یه مزدور بود قدیسش کردن، ولی بعد این بنده خدا این همه خدمت کرد قدیسش نکردن. و بیشتر به پادشاه میماند تا به یک کشیش، یک کشیش گفته بود. با این همه نباید منکر شد که بر اثر کوشش‌های وی بود که کلیسا به عالی‌ترین اوج اقتدار خود دست یافت و به جایی رسید که نزدیک بود آمال دیرینه رهبران روحانی برای ایجاد یک کشور روحانی جهانی صورت تحقق به خود گیرد. هنگامی که اینوکنتیوس از جهان رفت 1216، کلیسا در تشکیلات، شکوه و خوشنامی به اوج قدرتی رسیده بود که هرگز پیش از آن سابقه نداشت و بعد از آن هم فقط به ندرت و به مدت کوتاهی از چنین عظمتی برخوردار شد، ولی باز قدیسش نکردند. گریگوریوس نهم هرچند که در 80 سالگی به مقام پاپی رسید، مبارزه اش با فردریک دوم چنان قرین پیروزی بود که رنسانس را 100 سال به تعویق انداخت و همو بود که دستگاه تفتیش افکار را تشکیل داد. میخونیم دستگاه تفتیش افکار افتضاح بود، افتادن به جون خودشون مسیحا به تیکه تیکه کردن. اینوکنتیوس چهارم فردریک دوم را مزنحل ساخت و به دستگاه تفتیش افکار اجازه داد که از شکنجه استفاده کند. کلمنس چهارم مبارزه کهن را از نو آغاز کرد، موجبات شکست مانفرد را فراهم آورد و سلسله و امپراتوری آلمان را به خاک سیاه نشاند. تسخیر مجدد قسطنطنیه از جانب یونانی ها توافقی را بین دو کلیسای یونانی و رومی حاصل آمده بود به خطر انداخت. توی یکی از جنگ‌های صلیبی دیدیم دیگه، رومی‌ها رفتن یونانی‌ها رو گرفتن، ولی دوباره شبای گذشته خوندیم دوباره روم پاشد یونان پاشد رفت گرفت دیگه، بیزانس رفت اون تیکر رو گرفت دوباره. لکن گریگوریوس دهم به واسطه مخالفت با امیال شارل
برای تسخیر امپراتوری بیزانس میخائیل پالایولوگوس را رهین منت خیش ساخت. امپراتور یونانی که به این نحو از خطر عظیمی جسته بود، کلیسای شرقی را فرمانبردار کلیسای روم نمود و دستگاه پاپی بار دیگر یکتاز شد. بریم سر درآمدهای کلیسا. کلیسایی که در واقع به صورت مملکت عظیم واحدی بر اروپا حکومت میکرد و پرخرجترین سازمانها را در قرن قرون وسطا به وجود آورده بود، فقط در صورتی میتوانست به وظایف خود ادامه دهد که از 100 نوع منبع مختلف درآمد داشته باشد. بعد از شارلمانی که استارت قدرت کلیسا رو زد، چرا گفتیم؟ چون اجازه داد یک پاپ تاج بذاره رو سر یه دونه پادشاه. کلیه سرزمین های مسیح لاتین به حکم قوانین مملکتی مکلف بودن 1/10 محصولات یا درآمد خود را جنسی یا نقدی به کلیسای محل واگذار کنند. این از 1/10 درآمد همه رو فعلا خورد، حالا ادامه داره، صبر کنید. به شکلی درآمده بود که کلیسای محلی و کشیش کارشان بیشتر تحصیل اشیاها بود تا خرج آن درآمد برای مصارف ضروری آن محل. بیشتر میرفتن مالیات جمع میکردن. از وظایف کشیش بود که اگر دید کسی از درآمدهای اشیا تخلف میورزد یا به فرار از دادن حق کلیسا صورت درآمدهای خود را خلاف واقع ارائه میدهد، متخلف را تکفیر کند. با آنکه مردم آن عهد وظایف کلیسا را برای نجات اخروی خیش بسیار ضروری می شمردند، از پرداخت اشریه اکراه داشتند. طرف به شدت مؤمن بود، ولی این مالیات کلیسا رو نمی برد بده، همانطور که در عهد ما مردم از پرداخت مالیات به دولت اکراه دارند. به سال 1290 مردم امیلیا با وجود حکم تکفیر و تحریم هم پیمان شدند که هیچ کس به کشیشان اشریه نپردازد یا با آنها بر سر خوان ننشیند و از دادن خوراک و نوشابه به آنها خودداری ورزد. مردم کشیشا را تحریم کردند. در این مورد مردم بودند که فلواقع کشیشان را تکفیر می کردند و حکم آنها به اندازه مؤثر بود که اسقف آن ناحیه مجبور به مصالحه شد. ای کاش مردم قدرت خودشون را می فهمیدند. درآمد اساسی کلیسا از ممر زمین هایی بود که خود کلیسا در تملک داشت. در نظام فئودالی که هر مالک یا مستأجری انتظار می رفت که هنگام مرگ چیزی وقف کلیسا کند، دیگه ببین کلیسا چی داشته، هر کی می مرده هنگام مرگ باید یه وصیتی می داد به کلیسا. حالا گوش بدید، اشخاصی که از دادن اینگونه هدایا خودداری می ورزیدن مزنون به بدعت می شدن. تو چیزی به کلیسا نمیدی، تو بدعت گوش میخوام نتاشو میبویدن. حالا بدعت گزاران هم میخونیم. و ممکن بود که ایشان را در اراضی تقدیس شده کلیسا به خاک نسپارن، چون وقتی مرد وصیت نکرده مالشو بدن کلیسا، تو کلیسا هم نمیذاشتن خاکش کنن. از آنجا که فقط معدودی از عوام ناسواد داشتن، معمولا هر وقت کسی قصد نوشتن وصیت نامه ایراش را داشت، دنبال کشیشی میفرستاد. خب دیگه تو جرأت داری کشیش میاد واسط وصیت نامه بنویسه، اموال تو به نام کلیسا نکن تا ببین چه به روزت میاره. پاپ الکساندر سوم در سال 1170 حکم کرد که وصیت نامه هیچ کس قانونی و معتبر نباشد مگر آنکه در حضور کشیش نوشته شود. مردم اعتقاد داشتند که دادن هدایا و بخشیدن اموال طبق وصیت نامه به کلیسا مطمئن ترین وسیله برای حفظ عذابهای خود را در برابر یک نوع. خلاصه فکر میکردم مالش رو بدم به کلیسا، دیگه تضمینی میرم بهش و خود را در برابر یک نوع بیمه ایام پیری و تنگدستی به کلیسا واگذار میکردن. یه سری هم که خوندیم مال اموال رو میدادن کلیسا، دیگه کلیسا خرجش رو میداد تا آخر عمر، قرار بود به دربت. و چون وی فوت میشد، ملک را به تصرف خود در میآورد. صلیبیون نه فقط اراضی را برای تدارک وجوه به قیمت ارزانی به کلیسا می‌فروختند، بلکه املاک خود را به ودیعه نزد مقامات روحانی می‌گذاشتند و مبالغی وام می‌گرفتند. و چون در اکثر موارد از پرداخت بدهی خود عاجز بودند، از حق تملک محروم می‌شدند. اینم از می‌خواد داره میگه کلیسا چه درآمدی داشت. برخی از اشخاص بلاوارث
چون از جهان میرفتند تمام دارای خیش را به کلیسا واگذار میکردند. انبار کلیسا از آنجا که غیر قابل انتقال بود، چیزی میمد تو کلیسا دیگه نمیتونست بره، دیگه مال کلیسا بود و قبل از سال 1200 طبیعتا مشمول مالیات های مقامات ملکی نمیشد، مالیات هم خودش نمیداد. قرن به قرن رو به فزونی نهاد. برای یک کلیسای جامع، یک صومعه یا یک دیر، راهبه ها داشتن چند هزار روستای خاوندی که متضمن 10-12 شهر کوچک یا حتی یکی دو تا شهرهای آباد بزرگ باشد امری غیر عادی محسوب نمی شد. یک کلیسا میتونست دو تا شهر گنده داشته باشه، 10-12 تا از این زمین های اربابی داشته باشه. اسقف لانگر تمامی ایالت را مالک بود، یه اسقف کل ایالت مالش بود. صومعه قدیس مارتن در تور متجاوز بر 20,000 رعیت در اختیار داشت. اسقف بولونیا در حدود 2,000 روستای خاوندی داشت، 2,000 تا روستا داشته و دارایی دیر لورش نیز به همین اندازه بود. دیر لاس خولگاس واقع در اسپانیا مالک 64 شهر بود. یه دیر 64 تا شهر داشته. در حدود سال 1200 در کاستیل واقع در اسپانیا کلیسا یک چهارم زمین‌های ناحیه را در تصرف داشت. یک چهارم زمین‌های ناحیه مال کلیسا بود. در انگلستان اراضی متعلق به کلیسا یک پنجم مملکت بود و در آلمان به یک سوم بالغ می‌شد و در لیونیا به نصف مجموع اراضی می‌رسید. شارل مارتن برای تدارک جنگ‌های خیش اموال کلیسا را ضبط کرد. خب حالا ورق بر میگرده، یواش یواش پادشاه ها را میفتن. هانری دوم پادشاه آلمان اراضی متعلق به بسیاری از دیها را ضبط کرد. ضبط میکردن، اونا هم حالا فوش میدادن و تحریمشون میکردن. اسم کلمش یادم رفته، ولی خب اینا هم ضبط میکردن، زیرا مدعی بود که رهبانان به قید سوگند خود را مکلف ساختن تا در عین فقر زندگی کنند. و در انگلستان با تصویب چندین قانون مربوط به اوقاف، واگذاری اراضی را به تشکیلات کلیسایی محدود کردند. ادوارد پادشاه انگلستان در سال 1291 یک عشردارایی کلیسای مملکت را به عنوان مالیات از چنگ روحانیان بیرون آورد و در سال 1294 نیمی از درآمدهای آن دستگاه را ضبط کرد. در فرانسه بستن مالیات بر اموال کلیسا به دست فیلیپ دوم آغاز شد. سن لوی آن را ادامه داد و فیلیپ چهارم آن را قاعده‌ای پا بر جا ساخت. همین که بازار صنعت و تجارت رونق گرفت، پول افزایش یافت، قیمت‌ها بالا رفت، درآمد دیرها و حوزه‌های اسقفی که اکثر از عوارض فئودالی به دست می‌آمد چون قبلاً به نرخ‌های نازلی تعیین شده و اکشن غیر ممکن بود پا به پای قیمت‌های جدید ترقی کند، نه فقط دیگر برای یک زندگی تجملی کافی نبود، بلکه حتی یک زندگی بخور نمی را نیز تأمین نمی‌کرد. به مرور تعریف کرد، کلیسا شروع کرد به پایین اومدن از نظر پولداری، اینطوری بگیم. تا سال 1270 اکثر کلیساهای جامع فرانسه مبالغ هنگفتی بدهکار بودند. متصدیان این گونه کلیساها برای پرداخت عوارض و مالیاتهایی که پادشاهان مطالبه می‌کردند ناگزیر بودند از صرافان وامهایی با ربهای گزاف بستانند و تا حدی به همین سبب بود که در پایان قرن 13 ساختمان کلیساها و دیرها رو به نقصان نهاد. دیگه درآمد نداشته کلیسا. پاپا نیز ابتدا با گرفتن مالیات از املاک و درآمدهای اسقفان برای تدارک جنگ‌های صلیبی ببینید جریان پاپ با کلیسا فرق داشت. کلیسا زیر دست پاپ بودن، ولی پاپ واسه خودش یه قدرت دیگه بوده، از کلیسا هم درآمد داشته، بعضی وقتا از پادشاه هم درآمد داشت. و فکر نکنی وقتی اوضاع کلیسا بریزه من پاپ هم اوضاعش می‌ریزه، ممکنه بریزه ممکن نریزه، اینا دو تا سیستم جدا بودن. و سپس با سرشکن کردن مخارج روزافزون حوزه حکمفرمای پاپی، روز به روز خزانه های اسقفی را تهی کردند. این موقع خزانه های پاپا هم ریخته بودند. هر قدر حوزه عملیات دستگاه حکومت پاپی وسیع‌تر و وظایف آن بغرنج‌تر شد، ایجاد منابع جدید برای درآمدهای مرکزی ضرورت پیدا کرد.
پاپ به کلیه اسقفان دستور داد که همه سال یک چهارم درآمدهای خود را به خزانه پاپی روم ارسال دارند. 1199 بر کلیه صومعه ها، راهب خانه ها و کلیساهایی که از حمایت پاپ برخوردار بودند مالیات ها بسته شد. هر کشیشی که از طرف پاپا به مقام اسقفی ناحیه ای منصوب می شد مکلف بود که درآمد یک سال اول و در واقع جمعی درآمد 6 ماه قلمرو خیش را به عنوان حق نسب به مقام جدید تحویل پاپ دهد. هر کسی که به مقام اسقف اعظم منصوب میشد موظف بود برای تصدی مقام جدید مبالغ سرشاری تسلیم خزانه پاپی کند. پاپا این حق را برای خود محفوظ می داشتند که در برابر گرفتن مبالغی برای رسیدگی به این قبیل جریانات حقوقی طرفین را از قید حقوق شر برهانند. مبالغی عظیم از راه فروش آمرزش گناهان، حالا دوباره درآمدشون گناهان رو میفروختن، آقا گناه کردی پول بده من میبخشم، و از کیسه فتووت فتووت زایران، زایران هم که همیشه دادن به روحانیون، زایران مسیحی که در شهر روم میامدن عاید پاپا میشد. با حسابی که به عمل آمد مجموع درآمدهای خزانه پاپی در سال 1250 به مراتب زیادتر از عایدات کلیه حکومت‌های غیر روحانی اروپا میشد. در سال 1252 وجوهاتی که حکومت پاپی از انگلستان دریافت کرد 3 برابر تمام عواید خزانه پادشاه انگلستان بود. گهگاه این قبیل اغراق‌ها جمع می شود و به صورت یک نفرت انقلابی بروز می کند. همان مردمان مؤمنی، اینو گوش بدید، همان مردمان مؤمنی که پنی‌های خود را روی هم می‌نهادند و به ساختن کلیساهایی برای مریم باکر مبادرت می‌جستند، قادر بودند علیه تمایلات اشتراکی کلیسا آوای مخالفت بلند کنند و گاهی کشیش لجوجی را به خاک هلاکت اندازند. فصل 28 آغاز تفتیش افکار 1000 تا 1300. حالا گوش بدید. در پایان قرن 12 مخالفت با کشیشان به صورت سیل بنیانکنی در آمد. در عصر ایمان در گوشه و کنار جماعتی از رازوران و صاحبان پاره ای از احساسات رقیقه مذهبی وجود داشت که از چنگ دستگاه غیبگویی مسیحی رستند و با آن تشکیلات از در مخالفت در آمدند. امواج جدیدی از رازوری شرقی احتمالاً با بازگشت سپاهیان صلیبی از مشرق زمین به مغرب سرایت کرد. از ایران تنینی از آرای دین مانوی، گفتیم تو ایران یه نفر بلند شد گفت که من مسیحم و دیانت مسیحو میخواست، میگم من مسیحم که بازگشتم، مسیحو زرتشت رو داشت قاطی میکرد، که حتی وقتی اعراب حمله کردن به ایران این دیانت از بین رفت. این دیانت 1000 سال عمر داشت ولی وقتی مغول اومدن دیگه دخلش آوردن و تا مصرم رفت. از ایران تنینی از آرای دین مانوی و کیش اشتراکی مزدک از طریق آسیای صغیر و بالکان به اروپا رسید. از جهان اسلام مخالفت با صورت و تندیس پرستی نوعی اعتقاد مبهم به قضا و قدر و تنفر از کشیشان به سوقات آمد و بر اثر شکست صلیبیون در مبارزات خیش به جهان اسلام تردیدی درباره منشأ ملکوتی کلیسا و حمایت الهی از آیین عیسی به دلها راه یافت. یاران خداوند جماعاتی بودند که در بلغارستان پیدا و سرشناس و بالاخص در ناحیه بوسنی پراکنده شدند. در طی قرن 13 این جماعت چندین بار مورد تهاجم قرار گرفتند و از دم تیغ گذر کردند، لکن در خلال این احوال با سرسختی تمام از خیش دفاع نمودند. سرانجام در 1463 در برابر اسلام سر فرود آوردند، نه در مقابل مسیحیت. یه سری مسیحی بودند که علیه خود مسیحی‌ها بلند شدند، مسیحی‌ها هم شروع کردن به کشتنشون و تلاش برای اینکه برگردوننشون به دیانت مسیحی. داره میگه تو سال 1463 رفتن مسلمون شدن، مسیحی دیگه نمیدن بشن. در حدود سال 1000 میلادی در ناحیه تولوز و اورلئان فرقه ای پیدا شد که واقعیت معجزات، خاصیت احیای حیات در غسل تعمید، حضور واقعی عیسی در آیین قربانی مقدس و تأثیر نیایش به درگاه قدیسان دین را منکر می شد. چندی
کسی وقعی به اعتقادات این جماعت ننهاد. سپه مورد تقبیح قرار گرفت. به سال 1023 13 تن از ایشان را زنده زنده در آتش سوزانیدند. به تدریج بدعتهای همانندی پدیدار و منجر به شورش هایی در کامره و لیش 1225، گوسلار 1052، سواسوان 1114، کلونی 1146 و امثال آن شدند. برتولت اهل رگنس در قرن 13 تخمین میزد که تعداد فرقه های بدعتگذار باید بالغ بر 150 شود. برخی از اینها جماعاتی بیزرر بودند که به دور هم جمع می شدند تا بدون حضور یک نفر کشیش برای یکدیگر کتاب و مقدس را به زبان بومی خیش بخوانند. پتروس والدوس دسته کوچکی از گدایان لیون را به دور خود گرد آورد که مثل رهبانان لباس می پوشیدند، در عین عفاف زندگی می کردند. پایفزارشان نعلین بود یا پای برهنه راه می سپردند و تمامی درآمدهای خود را به طرز اشتراکی کاسه می کردند. تا چندی کشیشان هیچ گونه مخالفتی ابراز نداشتند و به این گونه افراد اجازه دادند تا در مراسم عبادت کلیسا شرکت جویند. لکن هنگامی که پتروس والدوس تعالیم انجیل را لفظ به لفظ به کار بست و شروع به موعظه کرد، اسقف اعظم لیون به تندی او را مورد عتاب قرار داد و به وی خاطر نشان ساخت که فقط اسقفان مجاز به ایراد موعظات هستند. پتروس عازم روم شد 1179 و از الکساندر سوم درخواست کرد تا اجازه‌ای برای موعظه به وی تفویض کند. پاپ به شرطی با این تقاضا موافقت کرد که ایراد موعظات با ثواب دید و زیر نظر کشیشان محل صورت گیرد. ظاهرا پتروس بدون کسب اجازه از روحانیون محل به موعظات خود ادامه داد. پیروانش از فدائیان انجیل شدند و بخشای بزرگی از کتاب مقدس را به حافظه سپردند. به تدریج این نهضت رنگ ضد کلیسایی به خود گرفت. با هر نوع کهنگی از در ستیز در آمد. منکر اعتبار آیین‌های مقدسی که یک کشیش گناهکار اجرا نماید شد و هر فرد مؤمن پاکدامن و عفیفی را برخوردار از قدرت آمرزش گناهان دانست. میگفت آقا این کشیش خودش سراپا گناهه، چطور میتونه گناه ببخشه؟ تا اواسط قرن 12 در شهرهای اروپای باختری شبکه عظیمی از فرقه های بدعت گذار تشکیل شده بود، چنان که اسقفی در 1190 اظهار داشت که شهرهای عمده پر است از این پیغمبرهای دروغی. تنها در شهر میلان 17 مذهب جدید وجود داشت. غرض فرقه پاتارین ها به قول یکی از رهبران آن نهضت این بود که ثروت کشیشان ضبط شود، اموال آنها را در معرض حراج قرار دهند، خانه های آنها را بگشایند تا مردم چپاول کنند و خود آنها و حرامزاده هایشان را از شهر بیرون رانند. در 1237 جماعتی از مردم میلان در حالی که به مقدسات توهین می کردند و ناسزا می گفتند، چندین کلیسا را با کثافتی ذکر ناکردنی آلوده ساختند. مونپلیه، ناربون، مارسی نخستین مراکز بدعت در فرانسه بودند. شاید این امر از آنجا ناشی می شد که ارتباطات میان فرانسویان با مسلمانان و یهودیان در این منطقه بسیار زیاد بود. اصول عقاید و رسوم فرقه کاتارها تا حدی نشانه بازگشت به معتقدات به رسوم مسیحیان بدوی بود. هرگز به زنی دست نزنند، هیچگاه حیوانی را نکشند، هرگز لب به گوشت و تخم مرغ یا لبنیات نزنند و هیچ چیز نخورند جز ماهی و سبزیجات. من نمیدونم ماهی بیچاره مثلا گونم گوشت دیگه، اینم حیوانه، چرا بعضی ها اینقدر محلش نمیدونن؟ گوشت میخوری خب نمیخوری، خب ماهی بیچاره هم نخور دیگه. الهیات کاتارهای جهان آفرینش را به شیوه مانویان به خیر خدا، روح، بهشت و به شر شیطان، هیولا، عالم مادی تقسیم میکردن. عالمی که به چشم دیده میشد پرداخته دست شیطان بود نه خداوند. میگه عالمی که به چشم دیده میشه اینو شیطان ساخته، اینو خدا نساخته. کلیه مادیات از جمله صلیبی که عیسی بر روی آن جان داد و نام مقدس آیین قربانی مقدس همه در زمره شر محسوب میشه. میگه تو هرچی ببینی این مال شیطانه، اون صلیب هم که داری میبینی این مال شیطانه، چیزی که نمیبینی مال خداست. گناه آدم و حوا آن بود که با یکدیگر نزدیکی کرده بودن.
میگم اون سیب نخورده، نزدیکی کرده، نباید نزدیکی میگه. اینه که راست میگه، نزدیکی نمیکردن این بچه ها نمیمدن، الان هیچکی نبود، هیچ گناهی هم نبود. آلبیگاییان منکر زادن عیسی از مریم هستند، میگفتند که اینان عیسی و خدا را یکی نمیدانستند، بلکه ادعا میکردند که عیسی فرشته ای بوده است، مالکیت شخصی را زیر پا نهاده بودند، آرزویشان آن بود که همگان یکسان از اشیای دنیوی برخوردار باشند، باید دشمنانشان را دوست بدارند، از بیماران و مستمندان مراقبت کنند، هرگز دشنام ندهند، همیشه با خلایق صلح را پیش خود سازند، توسل به قهر حتی در مورد کفار هرگز عمل پسندیده محسوب نمیشد، کشتن فردی به خاطر ارتکاب جرم از گناه کبیره بود. بنده خدا اینجاش بد نبود، میگم تو هر آینی یه چیزایی به در بخوری به دست میاد. شخص مکلف بود قلباً اعتماد داشته باشد که سرانجام خداوند بدون آنکه متوسل به وسایل شر شود بر بدی چیره خواهد شد. یعنی میگه خدا نمیاد شمشیر بگیره تیکه تیکت کنه تا تو خوب شی، بدون اینکه خدا متوسل به شر بشه تو خوب میشی. در این الهیات نه از دوزخ اثری بود نه از برزخ، هر کسی ولو آنکه روحش برای تطهیر چندین بار به حکم تناسخ عودت میکرد سرانجام به رستگاری ابدی نائل میشد. گاهی یک کشیش برای آنکه رستگاری شخصی را قطعی سازد با اجازه بیمار وی را خفه میکرد. اینم از اون دوره بوده. خب اگر فرقه کاتارها به جد در مقام اعتراض و ایراد به کلیسا بر نیامده بود، یعنی میگه اگه با کلیسا در نیافتاده بود، احتمال داشت که کلیسا کاری به کار پیروان آن نداشته باشد و آنها را به حال خود واگذارد تا موجبات فنای خیش را فراهم آورند، لکن کاتارها منکر آن بودند که کلیسا از آن عیسی باشد و معتقد بودند که پتروس حواری هرگز پا به روم نگذاشته و هرگز دستگاه پاپی را پی نریخته است و پاپا جانشین امپراتورانند نه خلفای حواریون مسیح. ببینید اینجا دارم بدعتهای متفاوت رو واسه میخونم و دسته های متفاوت هم که هر کدوم عقایدی داشتن و همه شون هم با کلیسا مخالف بودن. عیسی چند وجب زمین برای خفتن نداشت، لکن پاپ در کاخ زندگی میکرد. عیسی از مال دنیا هیچ چیز حتی یک پنی را مالک نبود، حالان که اسقفان مسیحی مردمی ثروتمند بودند. کارتارها همچنان میگفتند که مردم مگر چشم حقیقت بین ندارند؟ این اسقفان اعظم و اسقفان مغرور و آقا منش، این کشیشان دنیادار، این رهبانان چاق و چله، همان فریسیان یا خشک مقدس های عهد عتیقند که دوباره پا به عرصه وجود نهادند. در نظر کاتارها کلیسای کاتولیک روم بیشک همان فاحشه بابل بود. بابل بود ببخشید. طبق طبقه کشیشان وابسته به کنیسه شیطان بودند و شخص پاپ ضد مسیح بود. مبلغین جنگ های صلیبی را به عنوان مشتی آدم کش متهم می ساختند. جنگ های صلیبی را هم که خوندیم، حالا برید ببینید واقعا کی راست می گفت. بسیاری از افراد این فرقه تساهل ها و یادگار های منصوب به قدیسان را مسخره می کردند. یادتونه طرف یه استخون پیدا می کرد، می رفت می فروخ، می گفت مال قدیس فلانیه، اینا مسخره میکردن اینا رو. و به قول مخالفان دسته ای از این جماعات مریم عذرا را صورتی کشیدند کریه منظر که صاحب یک چشم بود و قیافه بدترکیب داشت و وانمود کردند که اعجاز کردند. خب تا اینجا خوندیم، حالا فردا شب ادامهشو بخونیم ببینیم حالا اینا تا اینجا اومدن جلو ولی بعد چه بلایی سرشون میارن. شب همتون بخیر.